سلام به تک تک شما بینندگان عزیز برنامه یه تاک شو، امیدوارم خوب و خوش باشید. این آرزوی امیدوارم خوب و خوش باشید و واقعا از ته قلب میگم، ولی این روزها این بیماری کووید 19 این بیماری منحوس نمیذاره همه حال خوشی داشته باشن، ولی به هر حال انشالله یه روزی علم پزشکی آنچنان بر این بیماری منحوس قرار پیدا کنه که آثاری ازش نباشه. اما مهمان امروز برنامه تاک شو، برنامه امروز رو عرض کنم که از دیگری دعوت کردم که باش آشنا هستید و اون چهره یکی دو بار در طول موردی که براش پیش آمده بود مهمان برنامه بود و چطور شد که مجددن بعد از مدت ها ازش دعوت کردم. ماجرا از این قرار بودش که در صفحه اینستاگرام یک پست رو انتشار داده بود که من سالم شدم، همه چیز دیگه برطرف شده، خدا رو شکر فلان فلان اینا. گفتم عجب خبری جالبی، رو به من انرژی داد و خوشحال شدم از خبر سلامتیش. بهش گفتم که عرض کنم حضورتون که بیا تو این برنامه، چون من به اندازه کافی خوشحال شدم و میخوام این خوشحالی رو با بینندگان عزیز تقسیم کنم. گو حتما حتما خیلی خوشحال شدم. و خانم آقایان، خانم سارا منادی خیلی خوش آمدید. سلام خوبین، سلامتی. من دیر کردم آقای سپرمن، مثل همیشه. آقای شبخیزم از دستم شاکی بود همیشه قبلا. حالا فقط نمیدونم دوربین دوتایی ما کجا. دوربین دوتایی ما این وسطه. این وسطه؟ شما نور نمیذاره. خب پس این دوربین منه. سلام دوستان عزیز، سلام دوستان عزیز، انشاءالله که خوب باشین، سلامت باشین. و اینکه خیلی خوشحالم که باز دوباره به جای برگشتم که واقعا خیلی دوست دارم اینجا باشم، همیشه دوست داشتم، به من خیلی خوش میگذشته اینجا. اولین کارهایی بود که من در آمریکا انجام دادم موقع دانشجویی. و اینکه آقای سپروند عزیز همیشه به من خیلی لطف داره و دلم من واقعا واسه همه شما بچه عزیزا تنگ شده بود و دوست داشتم که اینجا باشم با آقای سپروند عزیز. بله من داد چپ و راست شدم. دوربین لایو میبینی؟ این دوربین شد الان دوتایی هستیم. آره تقصیر خودمه، دیر میکنم. آره نه دیر کردم. نه ریلکس باش دیگه. این که من یه معذرت خواهی به همه دوستایی که منو دنبال میکردن بدهکارم، به خاطر اینکه خیلی از من پرسیدن که مریضی چیه و قراره که توضیح بدی. اگه یادتون آقای سپرمن، منم به شما چون قول داده بودم هیچ جای دیگه درباره این موضوع صحبت نکردم. و اینکه من میخوام اینجوری شروع کنم اگه موافق باشی. آره باشید. آره برای اینکه من خب فقط دلیلشو بگم چرا نگفتم. همون اونم توی این سوال من مستطره که شما به هر حال خدا رو شکر که میبینم خیلی بچه‌هاش رو خیلی فرش به قول آره اون هستی. که پرسنالتی خودمه. آره قروم. نه میگم خدا رو شکر یکی دو بار در برنامه من محبت کرد در همون شرایط زیاد خوبی که نداشت، ولی با تمام اون اوصاف آمد. باعث قبل افتخار از برنامه از من میخواست، تاکید میکردش که زیاد تو جزئیات بیماری نرم، که حالا البته خدا رو شکر الان علنا اعلام کرده که من در هر شرایطی که هستم بسیار سالم خدا رو شکر هستم. من می‌خواستم از سارا عزیز اینگونه شروع کنم. سارا جان، اصلا چگونه شدش که شما متوجه شدی این بیماری هست با تو؟ بله، اول اینکه من بگم به دوستای عزیزمون که چرا من نگفتم به هم. نه اونو میخوام بزنیم بعدن بگیم. آره. چشم. من واقعا جوری که شروع شد، من خیلی حساس هستم. مثلا شما هر سال یک بار باید برین چک
چک کنین، چکاپ کامل برای همه چیزا، مثلا چه میدونم قند و هر چی که دارین. خدا شکر من نه، هر سال من زودتر میرفتم، من 6 ماه 6 ماه میرفتم اتفاقا. دکتر من همیشه میگه بابا تو هیچ چیز نیست، یعنی هیچ اشکالی نداری، برای چه 6 ماه 6 ماه میای؟ باید یک سال صبر کنی، چون که معمولا بیمه های اینجا یک سالو کاور میکنه، ولی اگه شما میخواین زودتر برین هی خودتون باید پول بدین. ولی من این کارو کردم. دکترم من از دستم شاکی بود که چرا این کارو میکنی، خب وایسا تا یک سال بشه. و خدا رو شکر که دفعه آخر که من متوجه شدم که پهلوی سمت چپ من کنار دنده هام درد خیلی زیادی میکرد، به خودم میگفتم خب مثلا شاید امروز ورزش زیاد کردم، امروز مثلا مهمونی زیاد رفتم، جنب و جوش زیاد کردم، رقص زیاد کردم، حالا هرچی بود. و اینکه واقعیتش اینا نبود و دیدم ادامه داره. بعد به دکترم منشن کردم و دکترم گفتش که ببین هیچی معلوم نیست، ولی یه سونوگرافی میکنیم و اینا، بعضم چیزی معلوم نیست، ولی به هر حال من اینقدر حساس هستم که آخر سر خودم هی گفتم نه پس یه سونوگرافی دیگه هم بکنیم. بعد دکترم گفتش که ببین هیچی نیست، دوتا کیست فقط این کنار پهلوته که اینا درد میکنه، ولی یه چیز خیلی کوچیکی هستش، بذار اینو چک کنم ببینیم چیه، احتمالا چیزی نیست. ولی من انسیست کردم، گفتم نه اگه قرار بایپسی بشه یا نمونه برداری بشه من اوکی هستم. و اینکه نمونه برداری شد و خدا رو شکر خیلی زود فهمیدیم که یه تومار هست، تومار سرطانی بود که خیلی هم اگریسیو بود، به قول فارسی چی میگن بدخیم. و خدا رو شکر که خیلی زود متوجه شدم و اینکه رفتیم و باید حالا کووید شد. حالا این ماجرای من داستان اینه که ما باید زود سرجری میکردیم که این تومار پخش نشه چون خیلی اگریسیو بود، بعد کووید پیش اومد متاسفانه، بعد نمیتونستن سرجری کنن. دکتر من ریکامند کرد که باید کیموتراپی بکنم، شیمی درمانی، که اصلا من لازم نبود انجام بدم، ولی خب به هر حال اجبارا این کار رو انجام دادیم. تا اینکه خب وقتی که باز شد سرجری سنترا، خب من عمل کردم، بعد که عمل کردم تازه متوجه شدن که این اگریسیوه، این تومار بدخیمه، و باز مجبور بودم که باز شیمی درمانی کنم. باز شیمی درمانی کنم و بعد از عمل من یه قسمت بزرگی از من خودم خواستم، چون تومر من خیلی کوچیک بود. حالا توضیحشو بعد بهتون میگم که تومر کوچیک بود، ولی من از ترسم که خب کووید بود و سرجری سنترا بسته بود، سعی کردم با تغذیه یک کنترلش کنم که پخش نشه. اولی که ما امارای کردیم 5 سانتی متر بود، بعد که خواستیم عمل کنیم با تغذیه من، شیمی درمانی ها اینو بگم که اثر نذاشته بود زیاد روی اون تومار، روی اندازش اولین بار. و من گفتم چاره‌ای ندارم جز این که من بخوام تغذیه‌مو عوض کنم، یه راهی پیدا کنم، یه خورده خودم استادی کنم، تحصیلاتی درباره این ماجرا به دست بیارم، چون منم ناآشنا بودم با این موضوع. و اینکه متوجه شدم که با تغذیه میتونم چقدر اینو کنترل کنم. حالا چیزایی که نخوردم اصلا، حالا مثل گوشت و برنج و این چیزا هیچی، و اینکه به گرین تی، چای سبز و سیر خام و این چیزا چسبیدم. خلاصه وقتی که عمل شد این توماره فقط 3 میلی متر بود که اصلا دکترای من گفتن که دانش آموزاشون بیان من واسه شون توضیح بدم که چه تغذیه کردم، چه چیزایی نخوردم، چه چیزایی خوردم، که خود بر خودم هم جالب بود. و اینکه قسمت زیادی توی عمل، قسمت زیادی از پهلوی من برداشته شده بود که قرار بود کم برداشته بشه، ولی من خواستم زیادتر که برای اطمینان خاطر زیادتر برداشته بشه. حالا این خودش یه پرابلم شد. پرابلم اینجوری شد که خب یه قسمت بزرگی از پهلوی من
به طرف سینه، به طرف سینه سمت چپم خالی شده بود. صحیح. و مجبور بودن یه اکسپندر بذارن که شکل ظاهرش خراب نشه، یعنی پوست جمع نشه، که بتونن بعدن اونو پر کنن. حالا عملایی که انجام شد، قرار بود مثلا سیلیکون اون قسمت گذاشته بشه، این قسمت پهلو، که من قبول نکردم، چون سیلیکون خودش یا یه چیز ایمپلان بهش میگن، یه چیز خارجی، خودش باز پرابلمای خودش رو ایجاد میکنه در آینده ممکنه، و اینکه باز باید هر چند وقت یه بار شما برین و هی عوضش کنید. و اینکه من سعی کردم که بخوام از بدن خودم این کار رو انجام بدم. این اطلاعاتی که دارم میگم برای کسایی که اگه واقعا مثلا خدا نکنه برای کسی ایجاب بشه، ولی این اطلاعات خیلی خوبه که همه با هم دیگه در میون بذاریم. به همین دلیل بود گفتم که از الف شروع کنیم. از الف دار به همین شکل هم هستش که ببخشی پر حرفی نباشه. نه خیلی راحت وقت داریم به این اطلاعات که شما داریم میدین، واقعا برای بینندگان مفیده و هم تجربه که داشتی براشون قابل توجه هست و همین که بدونن که باید در آینده چگونه رفتار کنن. ولی قبل از اینکه یادت نره ادامه بدی، مگه وقتی که شما پزشکان شما توصیه میکنن که این کارو بعد میکردیم، شما گفتید من قبول نکردم که مثلا این کارو بکنم؟ بله، خیلی خوبه که من اینو از یه دوست دیگه یاد گرفته بودم، حالا به اونم میپردم. یه دوست خیلی خوبم که 18 ساله که با بیماری سرطان داره دست و پنجه نرم میکنه و خیلی روحیه خوبی داره و من خیلی چیزا ازش یاد گرفتم. یکی از چیزایی که من یاد گرفتم، دوستای خوبم، بهتون بگم که همیشه دکتر خودتون باشین. اول ببینین که خودتون چه احساسی دارین درباره هر چی، درباره دارو، درباره هر نوع عمل جراحی. خودتون برین تحقیقات کنین، استادی کنین، بخونین، ببینین مردم چی گفتن. الان که خدا رو شکر مثلا گوگل هست، خیلی چیزا که مردم دسترسی دارن و میتونن برن خودشون استادی کنن، خودشون دربارش تحقیق کنن. و اینکه هیچ وقت به یک پزشک بسنده نکنین. درست. و حتما چند تا پزشک نظرشون رو بخواین، با چند نفر مشاوره کنین. من راستش تو این ماجرا خیلی چیزا یاد گرفتم آقای سپروند، یعنی انقدر بعضی وقتا بعضی دکترها اشتباه میکنن تو خیلی چیزا و ضررش رو مریض میبینه، و همینطور که همه میدونن در سال تعداد خیلی زیادی متاسفانه مریضا از دست میرن به خاطر اشتباهات پزشکی. اینجا ما خودمون که مریض هستیم، ما خود آدم ها مقصر هستیم، چون باید ما درباره یه مریضی که حالا سراغمون اومده خواسته یا ناخواسته اطلاعاتی جمع کنیم قبل از این که به هر پزشکی مراجعه کنیم. پزشکا خیلی خوبن واقعا، خب به هر حال زحمت کشیدن، هر کسی نظر و عقیده خودشو داره، ولی شما که مریض هستین خیلی مهمتر هستین، خیلی مهمتر هستین، خیلی مهمتر هست که خودتون برین تحقیقات کنین. اینه که من خب این کارا رو انجام دادم و خدا رو شکر یه جورایی جون سالم به در برد. نمیشه ادامه میدادی که بعد از اینکه مراحلی رو که توصیه کرده بودن سیلیکون بذاره مقاومت کردیم، اونو تو ادامه شد و ادامه اون چی شد بالاخره؟ و من تصمیم گرفتم که از بدن خودم به جایی که خالی شده این قسمت اضافه کنم. حالا این قسمت، شما وقتی که دختر هستین و خانوم هستین، خب قسمت‌های زیبایی یا دکترای زیبایی هم اینوالو میشن، باز درد سرای خیلی بیشتری هست. خدا رو شکر که به خیر گذشت، ولی مراحل خیلی سختی بود. یعنی تقریبا الان من آخرین عملم اکتبر 20 بود، همین چند ماه، 2 ماه 3 ماه گذشته، که دقیقا آقای سپروند 2 سال از زندگی من رفت. جانوری 2020 من متوجه شدم که این بیمار رو دارم، که بعدش خب هم کووید اومد و اینا، و من واقعا 2 سال از زندگیم رفت. ولی اگر خیلی تحقیقات زیادتری انجام نمیدادم، خودم به قول دوست خودم که
آدم باید خودش دکتر خودش باشه. اگه این کار انجام نمیدادم، دوستای خوبم ممکن بود تایم طولانی تری و زمان خیلی بیشتری ببره و واقعا نمیدونم که خدا چجوری بعضی وقتا بعضی ها رو با بعضی دوست میکنه، صمیمی میکنه که شما خیلی چیزا یاد بگیرین. و ما همیشه توجه نمی کنیم، میگیم خب فلانی دوستمه دیگه، فلانی آشنامه، ولی نه، خدا همیشه آدما رو به یه دلیلی به همدیگه آشنا میکنه. همیشه یه چیزی هست، شاید انرژی شماست، شاید رفتار اخلاق شماست که یک نفر به شما جلب یا جذب میکنه و این خیلی مهمه که بهش توجه کنیم، چون که همیشه یه دلایلی تو این نهفته است. یه چیزی من میخواستم بگم سوال جان، ضمن احترام به گفته شما در ارتباط با گوگل، هم محسنات خودشو داره هم بدی های خودشو داره. بله. میدونید تا موقعی که فرد بفرمایید، خیلی وقتا هستش که یک بیمار همونطوری که دکتر شما تشخیص دادن، بعد بعضی‌ها که روحیه قوی داشته باشن باش کنار میان، بعضی‌ها که وقتی ترس برشون میداره میرن سراغ گوگل و گوگل هم به هر حال همه اطلاعاتش اطلاعات صحیح نیست. دقیقاً شما باید بدونین از چه منبع و منابع معتبری و سایت‌های دکترا یا حتی آقای سپروند یوتیوب. یوتیوب الان شما دکترای خیلی بزرگ، دکترایی که توی دنیا معتبر هستن صحبت‌های می‌کنن که خب به هر حال اینا معتبره. این که 100% با حرف شما موافقم، از هر قسمت گوگل نمیشه. دقیقاً که اون خودش باعث میشه رویش میس اینفورمیشن، اطلاعات غلط. ولی خب خدا رو شکر پزشکان شما به موقع تشخیص دادن، خود شما مشوره کردین، تغذیه سالمتون کمک شما بود. ولی مهمترین چیزی که به نظر من در مورد شما باید گفت، مقاومت، خونسردی و اون مبارزه‌ای که شما داشتین، اونم یکی از عوامل نجات دهنده شما بود. یکی 100% اینو باهاتون موافقم. خودم شاک بودم، راستش خودم تعجب میکردم آقای سپروند، واقعا دوستای عزیز اینی که میگم خودم واقعا دارم راست میگم که خودم تعجب میکردم که چجوری با این موضوع کنار اومدم. حالا این که شما یه خانوم باشین جداست و اینکه یه خانومی باشین که خب به هر حال مثلا چند نفر آدمی میشناسنتون یا توی شهر یا حالا توی اینستاگرام یه شهر دیگه، این که خیلی سخته اون مراحل رو گذروندن از لحاظ قیافه. از حالا من با واقعا من انقدر که مردم رو دوست داشتم و خودم بودم، همیشه خودم هم میدونین من و اخلاق منو میدونین، یعنی اصلا هیچ رو درواسی ندارم درباره هیچ موضوعی. تنها چیزی که منو خیلی اذیت میکرد، اینو بگم دوستای عزیزم که اینه که بعد از شما معذرت بخوام، تنها چیزی که منو اذیت میکرد این بود که نمیتونستم جواب مردمو بدم که بیماری من چیه. نمیتونستم، نه به خاطر اینکه با آقای سپروند قول داده بودم که بیام اینجا بگم، حالا این یکیش بود، این یکیش بود. ولی اینو میخواستم بگم که همون یکی دوباره هم که من از سارا عزیز دعوت کردم، به سختی دعوت منو قبول میکرد، ولی خودش دید که چه بازده‌ای داره وقتی که مطرح شد، بعد در یوتیوب گذاشتیم، بعد در اینستاگرام مطرح شد، اون ارتباطی که با مردم برقرار کرد. خودش سارا در دوم که دعوتش کردم خیلی راحت‌تر دعوت منو قبول کرد، مثل الان که تا بهش گفتم سارا جان خوشحالم میخوام ببینمت، گفت اوکی. بنابراین اون روابط اجتماعی، این فضای اجتماعی، زمینه که خرابیایی برای خودش داره، اون زیبایی‌هایی هم داره که یه مقداری به آدم نیرو میده، انرژی میده. درسته. و حال اون اینستاگرام هم دوستان عزیزی که الان شما ازشون به دلایلی اشاره نمی‌کردید در مورد بیمارتون با شما خوشحال هستن، ولی از اینکه شما رو در سلامت کامل می‌بینن. آیا مسائل ارثی میتونست در مورد بیماری سرطان شما دخیل باشه؟ درباره بیماری من نه. نه. تمام آزمایش‌ها نشون داد که من ژنتیکلی نگاتیو بودم. همه نه. هیچ از هیچ طرفی من ژنتیکلی یا بهتر بگم
ارث وراثتی این بیماری یا هیچ بیماری دیگر رو نداشتم، خدا رو شکر. ولی خب این یه پوینت مثبته. میدونی چرا؟ چون خیلی خوشحال شدم که خب خواهرام این بهشون تعلق نمیگیره. ولی یکی از چیزایی که خیلی مهمه تو این نوع بیماری ها استرسه. استرس خیلی خیلی چیز بدیه و همینطور که تو برنامه قبلی گفتم یه مدتی برای بیزینس و اینجور چیزا من خیلی استرس داشتم که خیلی اشتباه بود. این چیزا خب باعث شد انوایرمنت، تغذیه، غذاهایی که نباید بخوریم که خب خیلی همون نمیدونیم چه چیزایی 100% کانسر یا همون سرطان رو ایجاد میکنه که بعدن من اینا رو همه رو استادی کردم. آقای سپرور مثلا یه چیزایی که اصلا شما باورتون نمیشه، مثلا این که به دلیل اینکه زندگی عوض شده، مثلا برای مزرعه دارا، اونا که فارم دارن، مثلا باید از موادی استفاده کنن که پدیوریشون برای پرورش. بله، و این همه موادها همه شیمیایی هستن. مثلا قدیم شما میدونستین همه میگفتن خیار رو باید با پوستش بخورین، گوجه رو باید کامل بخورین، اشکال نداره. ولی الان به دلایلی که هست تو این دنیا متاسفانه مردم جمعیت زیاد شده، باید تغذیه بشن، مثلا شما خیار رو نباید با پوستش بخورین چون بیشترین چیزای شیمیایی جذب میکنه پوست خیار، یا مثلا قسمت وسط گوجه فرنگی، یا اینکه کالباس و سوسیس 100% کانسر میاره رو هیچکی به ما تا الان نگفته بود. چرا؟ اینو مثلا تو گوگل نخونده بودی، ولی تو خود گوگل هم راجع به این هست. خب من سوسیس. خب آخه من نرفته بود، مثلا من خودم دنبال همچین چیزایی نرفته بودم. ولی خب برای خب الان به نوعی اشاره کردی که میونه سختی با فست فود داشتی قبلا. نه فست فود اصلا نمیخوردم راستش اصلا. ولی من شب زنده داری چی؟ خواب خوبی نداشتم چون خیلی بیشتر وقتا خب مثلا ما توی استدیو یا مثلا برای فیلم برداری یا مثلا کارهای دیگه همون که بود یا کارهای خودم، به هر حال همه این چیزا تایم طولانی شب بیدار بودیم. اینا همه خب اثرهای خوبی نداره. درسته. عرض کنم که حالا چرا نمیخواستی در اینجور مواقعی که خیلی ها دوست دارن که نمیدونم، نه این که کنجکاو بودن یا نگرانم بودن، آها، یا این که به یک نوعی نمیخواستی این بیماری رو حتی با خانواده درجه یک تقسیم کنی؟ متاسفانه چون که مصادف شد با کرونا و من نمیتونستم برم پیش خانوادم و این دوری، دوستای عزیز اصلا شما خودتونم میدونید که این دوری خیلی چیز بد و اذیت کننده بود که چون من آخه مامانا هم میدونین که بدتر اذیتت میکنه اگه بفهمن یه چیزی، خب بیشتر نگران میشن. من به خاطر مادرم اصلا دوست نداشتم که این موضوع پخش بشه و هیچ وقت دربارش صحبت نمیکردم به دلیل اینکه مادرم نمیدونست. و خوشبختانه شانس من توی کووید خیلی از آدمایی که میشناسیم خودمون مثلا موهاشون رو عطا زده بودن. آها. منم خودم رو قاطی این موضوع کردم. گفتم بابا مامان چی میگی؟ حالا من خواستم موام هلتی بشه و فلان. تازه من وقتی که من این کارو کردم تو اینستاگرام موامو از تا زدم و اینا، خب هیچ کس نمیدونست جز دوستای 100% نزدیک من که خیلی به من کمک کردن. حالا درباره این موضوع هم صحبت میکنیم که ازشون واقعا تشکر باید بکنم. یکی نامزد عزیزم آرگین که خب از اول تا آخر تمام بیمارستان و تمام عملا، و درباره این موضوع بگم وقتی مریض شدم بهش گفتم که ببین ما مدت زیادی با هم هستیم ولی تو اصلا هیچ اجباری نداری که تو این مسیر با من باشی، میتونی از همین الان ما راهمون رو جدا کنیم. درباره این موضوع خیلی صحبت کردیم با آرگین. بله، و گفتم که اصلا لازم نیست که با هم باشیم، میتونیم جدا، چون من میدونم این مرحله خیلی سختی خواهد بود. درست. و تو گناه داری، نمیخوام که با من اینوالو بشی و اینا، و واقعا گفتم از ته قلبم. و اینکه اون انسیست کرد نه، ما این همه سالا با هم کلی خوش گذروندیم و الان تو این موقعیت خیلی نامردیه که من بخوام این کار، خیلی بجای خوبیه ولی
البته بعدی خوش شیطونی های خودش هم داره. نه شوخی میکنم، ولی به هر حال خیلی کمک بزرگی بود و دوست خیلی خیلی خوب و صمیمی عزیزم که خودش به من خیلی روحیه داد، آقای بن شاول، که من نمیدونم چجوری شده بود که ما این همه صمیمیت از قبل داشتیم که به من خیلی کمک کرد تو این موقعیت، تو این موقعیتی که من شدم. خیلی خیلی به من لطف کرد، خودش، خانوادهش، بچه‌هاش، و اینکه واقعا این با این بیماری 18 ساله که خود آقای بن شاول داره دست و پنجه نرم میکنه و با روحیه خیلی خوب. و من به دلیلی که از قبل ایشونو دیده بودم اینطوری، خیلی کمک کرد که بتونم با این موضوع خیلی راحت کنار بیام و روحیم رو حفظ کنم و بگم نه من میتونم، همه تونستن، خب منم میتونم. خیلی مهم بود. و اینکه خیلی وقتا مثلا دکترای من بعضی چیزا رو باش درمیون میذاشتن که خودشو آرگین میدونستن، من نمیدونستم و نمیخواستن من متوجه بشم که یا بترسم یا ناراحت بشم. و به هر حال دوستای خوب خیلی خوبن آقای سپرور. دقیقا به هر حال آرگینم که اعلام نامزدی کرده و با هم هم که قبل از اونم سالیان سال همونطور که خود سارا بهش اشاره کرد با هم دوست صمیمی بودن و اشاره کرد که واقعا این بیماری، این ناراحتی، این سرطانی که داشتش از جمله کسانی که بهش تقسیم کرده بوده همین آرگین بود. یک ویدیویی دارم ازت که در واقع یه جشن خیلی کوچیک گویا برقرار کردین که در ارتباط با آیگن انشالله خوشبخت بشین. مرسی، بسیار پسر خوبیه، بسیار پسر متینیه. از دوستان عزیز، فریبای عزیز، پارسا عزیز که در اتاق فرمان هستن، تقاضا دارم که این ویدیو کوتاه رو برای ما پخش کنن. خواهش میکنم. بسیار عالی، بسیار عالی. انشالله که جشن عروسیتون رو ببینیم. خونه خودت بود؟ بله، این خونه من و آرگین هستش. ولی شما ما این خونه شدین دیگه. ما این خونه رو یک سال پیش گرفته بودیم. بعد آرگین به من گفتش که کازنم میخواد تولدش خونه ما بگیره چون که ما حیات داریم و اینا. گفتم حالا چرا میخواد خونه ما بگیره؟ خیلی تعجب. بعد دیگه به هر حال واقعا شاک بودم. جشن واقعا خوبی باشه، انشالله که خوشبخت بشی. الان تو واقعا تمام اون حرفایی که باید با بیننده ها تقسیم بکنی، مطرح کنی، در میون بگذاری، مطرح کردی. یکی در ارتباط با چکاپ کاملشون، خصوص خانوما، همه متاسفانه به خاطر موضوع همین تغذیه‌ای که دربارش صحبت کردیم، همه به نظرم باید هر 6 ماه بله دقیقاً. و آیا گفته نگفته ای رو داری؟ راستش فقط این که باید روحیه و اطرافیان خیلی، روحیه خود آدم و اطرافیان خیلی کمک میکنه. باید خودمون رو قوی کنیم، نه به دلیل اینکه من میگم یا بقیه میگن روحیتون خوب باشه یا هرچی، به دلیل اینکه به خاطر کسایی که شما رو دوست دارن. بعضی وقتا ما خودمون گیواپ میکنیم، خسته میشیم از یه چیزی، ولی به خاطر کسایی که ما رو دوست دارن. من واقعا یکی از انرژیایی که داشتم این بود که چون مامانم اصلا این موضوع رو نمیدونست،
فقط دلخوشی می بود که زودتر خوب بشم و برم مامانم رو ببینم و همه چی خوب باشه و هی به خودم روحیه دادم، امید دادم. و اینکه خانوما مخصوصا آقای سپر و الان موضوع میکاپ و اینا خیلی مطرح هست، ببخشید، اینکه بیشتر متوجه باشن که چه لوازم آرایشی رو استفاده میکنن، یا هر شب اگه هر لوازم استفاده میکنین بشورین صورتتون رو برای خواب. اینا خیلی خودش اثرهای بدی داره، مواد بد و چیزایی که نمیدونیم. الان من خودم اگه اشکال نداره درباره آیلاینری که دارم بیشه صحبت کنم. من خودم تصمیم گرفتم یه آیلاینری که ویگن باشه که خیلی هم خودم همیشه دنبالش میگشتم چیزی که مثلا ارگانیک باشه استفاده کنم، چون آیلاینر یکی از چیزای مورد علاقم بود. بعد دیگه خودم پیدا نمیکنم چیز خوبی که بخوام که هم رنگ خیلی خوب داشته باشه، همین که مثلا خب ویگن باشه. خب خودم درستش کردم، حالا توی اینستاگرامم هست، الان برای دوستای عزیز و بچه هم آوردم. مرسی، حتما. یعنی برای من نیوردی، چشم بر شما هم میام به دوستتون بدیم. شما هم به دوستتون بدیم آیلاینر رو، یه خط چشم ویگن. ولی منظورم اینه که کلن این نبود که بخوام از این بگم، از آیلاینر بگم، این که کلن همه چیزها رو سعی کنیم دربارش یه اطلاعاتی داشته باشیم. الان خیلی از پارچه ها مریضی میارن، خیلی از اصلا خیلی دنیا عجیب و بدی شده. بله، بعد واقعا رعایت کرد، مواظب بود، ولی خیلی سخته، اصلا آسون نیست. میدونم، ولی خب بعد به هر حال اون تلاشی که کردی، اون مبارزه‌ای که شما کردی، اون رویه‌ای که شما داشتین و دارین، به هر حال در این قضیه کمک کرد و اون تغذیه سالم اینم که پیگیرش کردین. و اینکه آیا دوباره به کار ریل استیتتون برمیگردید؟ بله انشالله دوباره برمیگردید. الان زندگی روزمره‌تون چگونه داره می‌گذره؟ راستش ما الان تصمیم گرفتیم که چون از موقعی که ما موو کردیم سپتامبر، ما تو این خونه جدیدمون که بود موو کردیم، مرسی، خیلی ممنون، بعد تصمیم داریم که همین با خانواده فعلا باشیم. با خانواده آرگین الان هستیم همه با هم دیگه، خدا رو شکر، چون من کلا یاد گرفتم که دیگه هیچ چیزی تنهایی قشنگ نیست و همیشه خوبه که آدم با کسایی باشه که دوستشون داره. همیشه همه چیز گروهی و خانوادگی و دوستی و دست به دست دادن همدیگه خیلی بهتر و خوبتر پیش میره. خیلی دوستای عزیزم از تو همین تلویزیون این مدتی که من مریض بودم جویای حال من بودن، که واقعا بعد الان اسماشون رو بگم، یکی الهام الهی عزیز، دکتر الهام الهی، خانم پریسا، آقای فر، مهربون که با من خیلی در تماس بود، فریبا جون، آقای شبخیز، خودش خیلی با من در تماس بود هر وقت که وقتی که عمل میکردم، و خانومشون، و اینکه واقعا سهیلای عزیز، هم شما، همه بچه های تیوی واقعا همیشه با من تو این مدت دو سال در تماس بودن، حالم رو میپرسیدن و منو خیلی خوشحال میکردن. ازشون از اینجا خواهم تشکر کنم. همیشه تنگ میشه آقای سفر من. اصلا مگه میشه که برای اینجا کسی دلش تنگ نشه؟ اینجا آقای شبخیز. دوست داری تو برنامه آقای شبخیز؟ حتما. آره؟ آره چرا که نه؟ خب به حال خوشحال. از من قول میگیرد. دقیقا دیگه. خب به حال آقای شبخیز در هفته چند ساعت برنامه دارن و دوست میدارن که به هر حال برنامه‌شون متنوع باشه. به هر حال حالا شما حتما انشالله این برنامه رو می‌بینن و خودتون با هم دیگه در تماس خواهید بود. به هر حال شما خود یک انرژی مثبتی دارید. و خیلی خوشحال شدم. به نامزدت خیلی سلام برسون، به ماما اینام که دارن می‌بینن سلام برسون و به همه طرفداران و دوستداران. بازم ازتون معذرت می‌خوام که هیچ وقت جواباتون رو نمی‌دادم که درباره مریضیم و اینکه به خیر گذشت، اما این مریضی متاسفانه اینجوری نیست مثل سرماخوردگی، ممکنه هر لحظه باز شما سرما بخورید. باید همش توی مانیتور باشین، چکاپ باشین، پزشک مراجعه کنه. بله حتما باید دیگه زیر نظر باشین. ولی خود درمانی نکنن سرما جون. نه نه، پزشک حتما نه. خیلی خود درمانی اصلا باید... خوب نیست، اصلا خوب نیست. و به حال
حتما باید یک پزشک باشه. 100%. من اینو بگم آقای سپروند عزیز، من خیلی خوشحالم که تو این مدتی که این اتفاق افتاد و من خب تو اینستاگرام بازم بودم، حتی با بدون مو، حتی و اینکه خیلی خوشحالم چندین نفر به من پیام دادن و چندین نفر از دوستای خودمون که این مشکل واسه شون پیش اومده بوده و میترسیدن، اصلا حتی میترسیدن به شوهرشون بگن، به خانوادهشون بگن، نمیخواستن که پیش برن و دیگه دیپرس شده بودن و با این موضوعی که دیدن خدا رو شکر به من گفتن. من خیلی خوشحال شدم که وقتی منو دیدن تو این دوران رو گذروندم، خودشون به من گفتن که ما تا تو رو دیدیم فوری شروع کردیم، رفتیم دکتر پیدا کردیم، رفتیم دنبال کارهای سلامتیمون و این واسه من خیلی قشنگ بود. واقعا واقعا خیلی خیلی خوشحالم که خدا این روحیه رو به من داد، تونستم به چند نفر دیگه هم انتقال بدم. زنده باشی. به هر حال مرسی. مرسی آقای سپروند عزیز. خوشحالم که قبلا وعده داده بود، قول داده بود که در برنامه تاک شو بیاد و در خصوص بیماریش با شما بازگو کنه، نوع بیماریش. به هر حال ممنونم. مرسی شما. من الان دیگه شبا دیر بخوابم دیگه یک دو مثل قبلا نیست. اون موقع مثلا بعض وقتا میشد دو شب نمیخوابیدیم. گفتی که چقدر تاثیر میذاره. خیلی تاثیر بعدی داره. بله، استراحت خیلی مهمه، تغذیه مهمه، استرس نداشتن، ریلکس کردن خودتون خیلی مهمه، همه این چیزایی که چیزای خوبه دیگه. آقای سپهرون مرسی، خیلی ممنونم. درس خیلی خوبی هم داد. من خیار متاسفانه با پوست میخوردم، ولی از امشب دیگه با پوست نمیخورم. خیلی ممنون. گوشفرنگم خیلی دوست دارم. وسطشو در بیارین. وسطشو میرم یه دونه در بیارم. بها خوشحالم. مرسی. به همگی سلام برسون. خیلی ممنون. مرسی آقای سپهرون. مرسی. سلام برسون. خانم و آقایان با ما باشید. بعد از چند پیام بازرگانی مجددا در خدمتتون خواهم بود. از فریبا عزیز، از پارسا عزیزم تشکر میکنم. بعد از چند پیام بازرگانی دوباره در کنارتون قایم. میتونیم همه چی رو از نو شروع کنیم. فکر کردی با یه دختر تیتیش مامان طرفی، یه دختر نازنازی با ناخونای صدفی. فکر کردی اگه بری بدون تو میمیرم، ولی نه، زنده میمونم و حال تو میگیرم. با خودت فکر کردی اگه بری دیوونه میشم، فکر کردی غم میاد و میشینه تو خونه پیشم. با خودت گفتی اگه بری بی تو سکته میکنم، نمیدونی که اصلا دیگه به تو فکر نمی کنم. یه بار دیگه میگم، من از وقتی که دیدم تو رو با یکی دیگه دل به هیچکی نمیدم. یه بار دیگه میگم، من از وقتی که دیدم تو رو با یکی دیگه دل به هیچکی نمیدم. منو نمیخواد دلت، اخمو نباش آخه نمیاد به دلو نمیاد هیچ کسی جا تا زندم. بابا اینا که دیدی همشون جاسفرندن، بس نازکم بیا برگرد بلوم، میدونم که بدون من نمیاری دووم. بیا برگردونیم روزای رفته رو، حال کنیم با هم دیگه آخر هفته رو. بس کن عشقم نش بازی نکن، این قلب من گناه داره، باش بازی نکن. آخه که میتونه مثل من ناز تو بخره، گولت بزنه سری دلتو ببره، توی پروفایلش بذاره عکساتو، توی مهمونی ول نکنه دستاتو. فکر نکن کسی تو دلم را میدم، برگرد خوشگل من روانیتم. برگرد Rabonita. دیدی تازگی ها دستای من سرده، دیدی اون روزای خوب بر نمیگرده، اون که بی تو نمیموند حتی یه لحظه، چجوری به نبودنت عادت کرده. میکردی که ندیدن تو سخته، ولی دیدی که حرفاتو یادم رفته، اون که همه جا همش فقط با تو بود، دیدی بی تو بیرون آخر هفته. یه بار دیگه میگم، من از وقتی که دیدم تو رو با یکی دیگه دل به هیچکی نمیدم. یه بار دیگه میگم،
مدیریت شبکه جهانی تلویزیون ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال نظرات، عقاید و پیشنهادات میهمانان و آگهی دهندگان را بر عهده ندارد. شرکت هافستاپلوکس گروپ با مجوز رسمی از دولت ترکیه